یه مسئله که هست، خب مردم داخل کشور این صحبتی که میکنن و من هم خیلی به این صحبت معتقدم که میگن اون مبارزین داخل واقعا یه ارج و قرب دیگه ای دارن مثل اون مبارزین خارج. من به همین علت پدر و مادر شما از یه احترام خاصی هست برای شخص من خارج درشون احترام خاصی قائل بودن. مسئله اینجاست که بعضی از ماها اصلا به خاطر مبارزه نیومدیم اینجا، توی این راه افتادیم به خاطر درس، کار یا زندگی اومدیم تا مدتی بمونیم و برگردیم و حالا با این وضعیتی که در ایران اتفاق افتاده سعی میکنیم که صدای اون مردم باشیم و فرهنگ سازی بکنیم که مردم خواسته های بهتری داشته باشن، یعنی خواسته هایی که الان دارن و خواسته هایی که در آینده خواهند داشت و همیشه رو به بالا باشه. یعنی یک روز اگر خاتمی رو میخوان امروز موسوی رو، فردا هم ملی تر، ایرانی تر. و چون به خاطر اینکه خب فرهنگ حاکمه همینه و ما نمیتونیم زیادتر از این فرهنگ بخوایم. برای ما شاید هم امکانات اینه. امکانات اینه دقیقاً. برای ماها که توی این راه افتادیم، حالا جوانان سبز هستیم و در این حال میخوایم تا الان تا حدی تونستیم ثابت کنیم که مثل اون مبارزین خارج از کشور نیستیم که به قول معروف میگن نشستن بیرون گود و دستور میدن. برای ماها که توی این شرایط هستیم چه پیشنهادی داریم؟ تا حالا ما نتونستیم یه نسخهی بگیریم، نسخه جامعی بگیریم، یه شرایط خاصی داریم ما. ما میگن شما نمیتونید تندتر برید، نمیتونید کندتر برید، ولی ما قطعا میتونیم یه کارهایی رو بکنیم که در داخل امکان پذیر نیست. قطعا وقتی ما این کارهایی بکنیم سرکوب نمیشیم، چون حکومت که حاکمه در ایران و توی کشورهای خارجی اونقدر قدرت نداره. چه نصیحتی دارید برای ما خلاصه؟ من والا نصیحت که ندارم. برای من اولا که فوق‌العاده جذاب پیگیری این که چجوری به هر صورت همین نیروهایی که جمع شدن، شما توجه داشته باشید که بسیاری از آدم‌هایی هم که به خارج از ایران آمدن، اون موقعی که آمدن شاید در شرایطی حتی بدتر از شما آمدن، در چندین در دهه 60 اونا جونشون رو به در بردن یا عزیزانشون کشته شدن و یه خانواده به هر صورت فکر کرد که دیگه اونجا امکان کار، امکان رشد بچه هاش نیست و اومدن بیرون. اونها هم با یک تلخی واقعا عظیمی آمدن بیرون. همه اونها آدمایی بودن که فکر میکردن که میتونن ایران بهتری بسازن، حالا هر کسی با عقیده خودش، ولی فکر میکردن که دارن در این راه تلاش میکنن که جامعه بهتری بسازن. منتها خشونتی که حاکم شد بر گفتمان سیاسی در جامعه اجازه اینو نداد که افکار مختلف در کنار هم حضور داشته باشن. شروع کرد به قلع و قمع و یه عده‌ای اون موقعی که آمدن در دهه 60 مثل الان شما که اینجا هستید، اونها هم همین بودن. منتها اون موقع خب ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران به صورت کامل قطع شد، به دلیل اینکه در درون ایران شاید هیچ فضایی برای گفتگوی سیاسی، حضور مخالفت سیاسی وجود نداشت. حتی اگر که نشانه ظاهری در کسی می‌دیدند که به یه نوعی متفاوته، این هم سرکوب میشد. یعنی اون سرکوب دهه 60 واقعا سنگین بود تحملش برای جامعه. و حالا به هر صورت متاسفانه این مثل یه تله است، همینطور نسل‌های مختلف توی این تله هر کدوم سعی میکنن این رو بشکنن. الان به نظر من مسلماً خیلی امیدوار کننده تره، به دلیل اینکه یک خودآگاهی نسبت به حضور مخالف خیش در جامعه وجود داره
در خارج از ایران هم وجود داره، راه‌های ارتباطی با هم دیگه بسیار سیال‌تر، تأثیرگذارتر. ولی خب الان ما در این شرایطی هستیم که به هر صورت نوعی از سکونه، این واقعیت قضیه است. در این سکون حالا هر کسی داره سر جای خودش سعی میکنه که فکر کنه، تلاش کنه و ببینه که چجوری میشه از این سکون بیرون آمد، چجوری میشه این خودآگاهی رو نذاشت که یک بار دیگه پاره بشه و به یه دوره طولانی در واقع حکومت استبداد بیانجامه. برای من به شخص اون چیزی که من فکر میکنم اینه که توی این مسیر چون این حرکت تکثرگرا بوده و با حضور متفاوت مردم شکل گرفته، این رو نبایستی از دست بده و بایستی هر کسی سر جای خودش هویت سیاسی تاریخی خودش رو حفظ کنه، با حفظ اون هویت وایسه، ولی در این حال به نقطه مشترک هایی هم بتونه با بقیه دست پیدا بکنه. این یه چالش دشواره، ولی راهش این نیست که یک سری از عوامل هویتی یا خواسته های طولانی مدتی رو ادعی حذف بکنن. یا اگر که شما در بیرون از ایران خواسته ای دارید، میتونید خواسته ای رو بیان بکنید که شاید کسی که در درون ایران نمیتونه بیان بکنه، این نبایستی دلیل این بشه که شما حتما نباید این خیلی از هم فاصله بگیره، ولی نبایستم این بشه که بیرون از ایران که امکانات بیشتری داره خودش رو محدود به اون چارچوب‌های حضوری که در ایران ممکنه بکنه. برعکس اینا توی یه رابطه پویا با هم دیگه است که میتونه برایند پیدا کنه و به هم کمک بکنه. این نظر منه و خودم هم سعی میکنم که هر جایی که حرف میزنم یا حتی در شد برای خود من این مهمه که همواره بدونم که من از کجا دارم میام، بر اساس چه خواسته های دراز مدتم چیه و حالا در راه رسیدن به اون چه خواسته های کوتاه مدتی میتونن مؤثر باشن، میتونن مثبت باشن، بدون اون که نگاه من رو به اون خواسته های دراز مدت بتونن ببندن. من امیدوارم که اون چه که پدر و مادرم برای ایران آرزو میکردن، یک سیستمی که درش جدایی دین از دولت میسر باشه، روزی امکان پذیر بشه. یه دنیا تشکر کنم. مرسی.